سیگموند فروید چیزهای زیادی در مورد خودمان میگوید. مریم امیدیفر کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا. بنابراین سابسکرایب کنید، به جمع ما بپیوندید. احساسات ابراز نشده هرگز نمی میرن، آنها زنده به گور می شوند و بعد به روش های زشتری ظاهر می شوند. قبل از اینکه تشخیص دهید افسردگی و اعتماد به نفس پایینی دارید، باید مطمئن شوید که در واقع فقط توسط احمق ها احاطه نشده اید. بیشتر مردم واقعاً آزادی نمی‌خواهند، چون آزادی مستلزم مسئولیت هست و بیشتر مردم از آن می‌ترسند. یک روز به گذشته که نگاه کنید، سالها مبارزه تو را زیباتر خواهد کرد. کلمات قدرت جادویی دارند که می توانند بزرگترین شادی را به ارمغان بیاورند یا عمیق‌ترین ناامیدی را. مرگ پدر اتفاق بزرگی برای یک فرد هست. دلخراشترین و تلخترین اتفاق در زندگی یک مرد می باشد. ما هرگز انقدر در مقابل رنج بیدفاع نیستیم. از آسیب پذیری های شما قدرت شما بیرون می آید. تنها کسی که باید خود را با او مقایسه کنید این هست که شما در گذشته هستید. کسی که باید باشی این کسی است که الان هستی. وقتی از دوست داشتن مطمئن هستی، جسور می شوید. در مسائل کوچک به صحنه اعتماد کنید و در مسائل بزرگ به قلب نگاه کنید. دامنه شخصیت فرد با بزرگی آن مشکلی که می تواند فرد را بیرون کند تعریف می شود. اولین نشانه حماقت فقدان کامل شرم است. ما به طور تصادفی همدیگر را انتخاب نکردیم. ما فقط با کسانی ملاقات می کنیم که در ناخودآگاه ما وجود دارند. دوستی هنر حفظ فاصله است، در حالی که عشق هنر صمیمیت است. ما به تنهایی وارد دنیا می شویم و به تنهایی آن را ترک می کنیم. بدون عشق ما بیمار می شویم. بلوغ توانایی به تعویق انداختن رضایت است. تمام زندگی خانوادگی حول آسیب دیده ترین فرد در آن سازماندهی شده است. تاریخ برای افرادی هست که اشتباهات گذشته را تکرار می کنند. همه به طبیعت مرگ بدهکارند. وقتی کسی آنچه را که می خواهد ندارد، باید بخواهد آنچه را که می خواهد. تجربه به ما می آموزد که دنیا مهد کودک نیست. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ در کامنت ها بنویسید. خوشحال هستم تا انتها با من همراه بودید و همینطور ساب و زنگوله و لایک را فراموش نکنید. تا ویدیو بعدی همه شما رو به خدا می سپرم. خدا حافظ همه شما.